سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. تقریبا همه افراد تو هر سن و سال و موقعیت اجتماعی دوست دارن مورد احترام واقع بشن و جایگاهشون به عنوان یک انسان محترم حفظ بشه. به عنوان مثال زمانی که در مقام رهبری قرار میگیرید، لازم افرادی که با اونها کار میکنید به شما احترام بگذارن. اما احترام خود به خود ایجاد نمیشه. احترام به دست آوردنیه و برای همین لازمه رفتار مناسبی داشته باشید تا دیگران برای شما احترام قائل بشن. شاید تیم کاری شما به عادتهای کاریتون، هوشتون یا توانایی شما برای بستن قرارداد احترام بگذارن. اما چیزهای بیشتری برای احترام گذاشتن وجود داره. در این برنامه با ما همراه باشید تا 7 رفتار برای کسب احترام بیشتر رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. مهربون باشید. همیشه با هر کسی که در طول روز می‌بینید، از همسر و فرزندانتون گرفته تا همکار یا حسابدار فروشگاه، مؤدبانه رفتار کنید. گفتن این حرف از انجام اون راحت تره، به خصوص اگر روز بدی رو گذرونده باشید. اما اگر میخواید محترمانه با شما رفتار بشه، باید با همه درست رفتار کنید و مهربون بودن رو از یاد نبرید. به دیگران همونطور احترام بگذارید که دوست دارید به شما احترام بگذارن. میتونید کارهایی انجام بدید که همراه با ادب و نزاکت باشه. به عنوان مثال میتونید درب کافی شاپ رو برای نفر کناری خودتون باز کنید یا تو فروشگاه اجازه بدید شخصی جلوتر از شما راه بره. تو هر جایی که امکان داره لبخند زدن رو فراموش نکنید و از کلمه لطفاً یا متشکرم استفاده کنید. محترمانه رفتار کنید. رفتارهای غیر محترمانه مثل چشم‌قوره رفتن، استفاده بیش از حد از تلفن همراه رو کنار بگذارید و برای درمان پرحرفی خودتون فکری بکنید. این کارها نه تنها نشونه بی احترامی به فردیه که باهاش ارتباط دارید، بلکه مانع از برقراری ارتباط بیشتر و حل مسئله میشه. در ضمن ممکنه نوعی شکاف همیشگی بین شما به وجود بیاره. به جای اون سعی کنید مؤدبانه به دیگران گوش بدید. هر فردی این حق رو داره که به حرفاش گوش بدن، حتی اگه هیچ وقت با ایده یا نظر کسی موافق نیستید، باز هم میتونید به حرفاش گوش بدید. این رو در نظر بگیرید که اگر خودتون حرفی برای گفتن داشته باشید، دوست دارید چطور با شما رفتار بشه، به خصوص اگه مسئله‌ای وجود داشته باشه. خوب گوش کنید. گوش کردن فرایندی فعاله و به هیچ وجه منفعل نیست. گوش دادن به این معنیه که شما افکار و عقایدتون رو از ذهنتون خارج می‌کنید و واقعاً به چیزهایی که دیگران میخوان به شما منتقل کنن گوش میدید. اغلب تو گفتگوهای امروزی نظرات یک فرد سبب میشه افکار شنونده تحریک بشه و اون هم داستان خودش رو تو روند مشابهی مطرح میکنه. به جای اینکه نظر خودتون رو بگید، با مطرح کردن چند سوال گوینده رو تشویق کنید تا چیزهای بیشتری به شما بگه. زمانی که مهارت گوش دادن مؤثر رو تمرین میکنید، به دیگران کمک میکنید تا احساس کنن مهم هستن. مفید باشید. افرادی که همیشه آماده ی کمک کردن به دیگران هستن یا در موقعیت‌های لازم به دیگران گوش میدن یا به دنبال فرصتی برای کمک کردن هستن، احترام بیشتری دریافت میکنن. به دنبال فرصت‌هایی برای کمک کردن باشید، حتی اگه قبلاً این موقعیت‌ها رو نادیده میگرفتید. مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشید. منتظر درخواست کمک کسی نمونید. اگه میبینید کسی کمک لازم داره، کمکش کنید. ببینید که چند بار در روز میتونید برای دیگران مفید واقع بشید. بهانه تراشی نکنید. فعالیت‌های شما به جز در بعضی موارد پیشبینی نشده، بر اساس انتخاب‌هاتون صورت میگیره و دلیلی برای بهانه تراشی وجود نداره. کارتون رو انجام بدید.
اگه معمولاً دیرتر از موعد به جایی که باید میرسید، احتمالاً به این دلیله که در مدیریت زمان خودتون مشکل دارید. در صورتی که کاری رو به اتمام نرسوندید، به احتمال زیاد به این دلیله که روی اون تمرکز نکردید یا به نظرتون انجام اون کار غیر ضروری بوده. اشتباهات خودتون رو قبول کنید و به جای اینکه در اون اشتباه باقی بمونید، به دنبال فرصتی باشید که اون اشتباه رو کنار بگذارید و کار رو به شکل بهتری انجام بدید. خشم رو کنار بگذارید. عصبانیت و ناراحتی به هیچ کس جز خودتون آسیب نمیزنه. بیشتر از چند لحظه خشم رو در خودتون نگه ندارید. کار خودتون رو جبران کنید یا از اون بگذرید. در حالت خشم باقی نمونید. توجه داشته باشید که استرس سبب ایجاد هیجان میشه و میتونه به سلامت شما آسیب بزنه. هیچ کس ایدئال نیست و هر کسی مشکلاتی داره. به خودتون و دیگران اجازه بدید تا حال بهتری داشته باشید. تمرکز روی اهداف جدید مثبت، بخشیدن دیگران و هم فراموش کردن کینه و کدورت رو تمرین کنید. مشتاق تغییر باشید. لجبازی شما رو به جایی نمی رسونه. قبول کنید که تغییر جزئی از روند تکامله. مهارت‌های رشد فردی رو در خودتون تقویت کنید. برای مثال مهارت‌های جدید یاد بگیرید، فعالیت‌های جدید رو امتحان کنید و به خصوص رفتارهای غیر ارادی خودتون رو بررسی کنید و به خاطر این سعی و تلاش در مسیر بهتر شدن خودتون رو تحسین کنید. با انجام این رفتارها هم دیگران احترام بیشتری برای شما قائلن و هم شما به فرد خاصی در ذهن اونها تبدیل میشید که همیشه از شما با احترام یاد میکنن. شاید الان به خودتون بگید که انجام این کارها کاری نداره. اما اینو بدونید که حرف زدن در موردش راحته، اما اجرای این رفتارهاست که مهم و دشواره. اگر باور ندارید، بهتر امتحانش کنید. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه، صبر نکنید. زمان درست هرگز فرا نمیرسه. پس دست به کار بشید. پیروز و سربلند باشید.